به نام خداوند بخشنده مهربان. خدایا من از تو می خواهم به حق آن رحمتت که همه چیز را فرا گرفته و با آن نیروی که همه چیز را به وسیله آن مقهور خیش کرده ای و همه چیز در برابر آن خاضع و همه چیز در پیش آن خار است و به جبروت تو که به وسیله آن بر همه چیز چیره گشتی. خدایا از تو می خواهم به عزتت که چیزی توان ایستادن در برابرش را ندارد و به آن عظمت و بزرگیت که هر چیز را پر کرده و به تسلط تو که بر هر چیز برتری یافته و به ذات پاکت که پس از نابودی هر چیز باقی است. بارالها از تو می خواهم به نامهای مقدست که ارکان هر موجودی را پر کرده و به آن علم و دانشت که بر هر چیز احاطه یافته و به نور ذاتت که هر چیز در پرتوش روشن شده. خدای من، ای نور حقیقی، ای منزه از هر عیب و خطا، ای اول اولین و ای آخر آخرین، خداوندا بیامرز برایم آن گناهانی که پرده عصمتم را می درد. خداوندا بیامرز برایم آن گناهانی که موجب بدبختیم شود. خداوندا بیامرز برایم گناهانی که نعمتها را دگرگون می سازد. خداوندا بیامرز برایم گناهانی که از اجابت دعایم جلوگیری می کند. خدایا بیامرز برایم آن گناهانی که بلا نازل کند. خدایا بیامرز مرا بر هر گناهی که کردم و هر خطایی که از من سرزدن. بارالها من به تو تقرب می جویم و به وسیله ذکر تو خودت را به درگاهت شفیع می آورم و به جود و کرم تو از تو می خواهم که مرا در زمره دوستان و مقربان درگاهت درآوری و شکر و سپاسگزاری از خودت را بر من روزی کنی و ذکر و یاد خود را به من الهام کنی. خدایا از تو درخواست می کنم مانند درخواست شخصی که در برابر تو خار و ترسان است که بر من آسان گیری و به من رحم نمایی و مرا به آنچه برایم قسمت کرده ای راضی گردانی و در تمام حالات به تقدیرات خودت قانعم سازی. خدایا از تو درخواست و خواهش می کنم مانند کسی که سخت فقیر و بیچیز شده و در برابر سختی ها نیازش را نزد تو آورده و به عطای تو بسیار امید بسته است. خدایا عظیم است سلطنت تو و بلندتر از هر چیز است مقام تو و پنهان است تدبیر تو و آشکار است فرمان تو و چیره است بر همه موجودات قهر و غضب تو. بارالها قدرت و نیرویت نافذ است و از فرمانی که تو صادر می کنی گریزی نیست. خدایا من برای گناهانم آمرزنده‌ای جز تو ندارم و برای کارهای زشتی که انجام دادم پرده پوشی جز تو نیابم و کیست که عمل زشت مرا به کار نیک تبدیل کند جز خودت.
بارلا، نیست معبودی جز تو، منزهی و به سپاس تو مشغولم و به خود ستم کردم و در اثر نادانیم در نافرمانی تو دلیری کردم. اما به این که همواره از قدیم به یاد من بودی و بر من لطف و بخشش داشتی آرام گرفتم. ای خدا، ای مولای من، چه بسیار زشتی ها که از من پوشاندی و چه بسیار ستایش نیک که شایستش نبودم ولی آن را به زبان مردم جاری ساختی. خداوندا، بلاهایی که به سوی من آمده بسی بزرگ است و به خاطر آنها بدی حالم از حد گذشته و اعمالم برای برطرف نمودن بلاها کافی نیست و زنجیرهای علایق دنیا مرا زمینگیر کرده و آرزوهای دور و دراز مرا از رسیدن به تو باز داشته و دنیا با ظاهر فریبندش مرا فریب داده و نفس امارم مرا به خیانت کشانده و از اطاعت فرمانت مرا باز داشته. پس ای آقای من، به عزتت از تو می خواهم که بدی رفتار و کردار من مانع اجابت دعایم نشود و مرا به آنچه از اسرارم می دانی رسوا نکنی و به خاطر کارهای زشتی که در خلوت و پنهان انجام دادم مجازاتم نکنی و تداوم کوتاهی کردنهایم را و نادانی، غفلت و شهوترانیم را نادیده بگیری. خدایا، به عزتت سوگند که در تمام احوال نسبت به من مهربان باش و بر تمام امور بر من آسان بگیر. ای معبود من و ای پروردگار من، جز تو کرا دارم که رفع گرفتاریم را از او درخواست کنم؟ ای خدای من و ای مولای من، تو بر من حکمی را جاری و مقرر داشتی که من در اجرای آن پیروی هوای نفس کردم و از فریبکاری دشمنم شیطان در این باره نهراسیدم، پس او هم طبق دلخواه خود فریبم داد و قضا و قدر هم به او کمک کرد و در اثر همین ماجرای شومی که بر سرم آمد نسبت به پاره ای از حدود و احکامت تجاوز کردم و نسبت به بعضی از دستورها و اوامرت سرپیچی کردم. پس در تمام آنچه پیش آمده تو را ستایش میکنم. اکنون نسبت به حکمی که به خاطر نافرمانیم درباره من صادر شده و تقدیر و خواست تو مرا بدان ملزم ساخته عذر موجهی ندارم و اینک ای معبود من، در حالی به درگاهت آمدم که درباره‌ات کوتاهی کردم و بر انجام گناه پافشاری نمودم و حال عذرخواه و پشیمان و دل شکسته و شرمسار از گناهانم هستم و به گناه خیش اقرار و اعتراف دارم و راه گریزی از آن چه از من سرزده نمیابم و پناهگاهی که بدان رو آورم ندارم جز آن که عذرم را بپذیری و مرا در سایه رحمتت درآوری. پس ای خدای من، عذرم را بپذیر و بر حال سخت و پریشانیم رحم کن و از بند گناهانم رهاییم ده. ای پروردگار من،
بر ضعف و ناتوانی بدنم و نازکی پوست تنم و باریکی استخوانم رحم کن. ای کسی که آفرینشم دادی، همواره به یادم بودی و خوراکم دادی، ببخش مرا به خاطر کرمت و سابقه احسانی که از قبل به من داشتی. ای معبود من، ای آقای من و ای پروردگار من، آیا چنین باشی که مرا به آتش عذاب کنی بعد از این که به یگانگیت اقرار کردم و دلم به نور تو روشن شده و زبانم به ذکر تو گویا شده و نهادم به دوستی تو پیوند خورده؟ آیا چنین است؟ نه، بلکه بسیار بعید است. تو بزرگتر از آنی که کسی را که خود پرورشش داده ای از نظر دور کنی یا کسی را که خود نزدیکش کرده ای دور گردانی یا آواره کنی کسی را که سکنا داده ای یا کسی را که خودت سرپرستیش کرده و به لطف پرورده ای تسلیم بلا و گرفتاری کنی. ای کاش می دانستم ای آقای من و معبود و مولای من، آیا آتش دوزخ را بر چهره هایی که در برابر عظمت تو به سجده افتاده مسلط می کنی و بر زبان هایی که صادقانه به یگانگی تو اعتراف کرده و شکر تو را به جای آورده و بر دل هایی که از روی یقین به خداییت اقرار کردند تازیانه عذاب فرود می آوری و بر قلب هایی که علم و معرفت تو آنها را فرا گرفته تا آنجایی که در برابرت خاشع گشته و بر اعضا و جوارحی که مشتاقانه به عبادت تو شتافته و خواهان آمرزش تو هستند آتش را چیره می کنی؟ نه، هرگز چنین گمانی به تو نیست و از صفات تو چنین چیزی به ما نرسیده. ای خدای بخشنده، ای پروردگار من، تو ناتوانی مرا در مقابل اندکی از بلاهای دنیایی و کیفرهای ناچیز آن و ناملایماتی که معمولاً بر اهل آن میرسد میدانی، در صورتی که این بلا و ناراحتی دوامش اندک است و مدتش کوتاه، پس چگونه تاب و تحمل بلای آخرت و ناملایمات بزرگان را خواهم داشت؟ در صورتی که بلاهای آخرت مدتش طولانی و دوامش همیشگی است و تخفیفی برای مبتلایان به آن نیست، زیرا آن بلا از خشم و انتقام تو سرچشمه گرفته و آن هم چیزی است که آسمان ها و زمین تاب تحمل آن را ندارند، چه رسد به من که بنده خار و ناتوان و بسیار کم طاقتم. ای معبود من و پروردگار من و آقا و مولای من، برای کدام یک از گرفتاری هایم به تو شکایت کنم و برای کدام آنها شیون و گریه سردم؟ آیا برای عذاب دردناک و سخت یا برای بلای طولانی و جاودان؟ پس اگر بنا شود مرا به خاطر گناهانم در زمره دشمنانت قرار دهی و مرا با گرفتاران در طوفان بلا و عذاب در یک جا جمع کنی، چگونه بر عذاب تو صبر کنم؟ و اگر هم بر فرض محال بتوانم بر عذاب تو صبر کنم، چگونه بر دوری تو طاقت آورم و چگونه چشم پوشی از بزرگواریت را بر خود هموار سازم و چگونه در آتش بمانم با اینکه امید عفو تو را دارم؟
پس به عزتت سوگند ای آقا و مولای من، به راستی سوگند میخورم که اگر زبانم را در آتش باز بگذاری، حتما در میان دوزخیان شیون و فریاد برآورم، مانند فریاد کسی که درخواست ترحم دارد، و قطعا مانند عزیز گم کردگان بر دوری تو گریه کنم و با صدای بلند تو را میخوانم و میگویم کجایی ای یار و نگهدار مؤمنان، ای نهایت آرزوی عارفان، ای فریاد رس درماندگان، ای محبوب دل راست گویان و ای خدای عالمیان. آیا به راستی چنین باشد که من بر ستایش تو مشغول باشم و تو بشنوی در آن آتش صدای بنده مسلمانی را که بر اثر مخالفتش در آنجا زندانی شده و مزه عذاب را می چشد و به خاطر نافرمانیش در میان طبقات دوزخ گرفتار شده و در آنجا به شیون و زاری مشغول است؟ در صورتی که به رحمت تو امیدوار و زبانش در آنجا به یگانگی تو اقرار دارد، ای مولای من، پس چگونه در عذاب بماند با اینکه به بردباری سابقه دار تو چشم دارد؟ یا چگونه شعله آتش او را بیازارد با اینکه آرزوی بخشش و رحمت تو را دارد؟ و ای خدای من، چگونه شعله آتش او را می سوزاند با اینکه تو صدایش را می شنوی و جایش را می بینی؟ یا چگونه صیحه آتش او را در بر گیرد با اینکه ناتوانی او را در برابر این عذاب بزرگ می بینی؟ و ای معبود من، چگونه او در میان طبقات آتش دست و پا زند با اینکه صدق راستگویی او را می دانی؟ یا چگونه موکلان دوزخ او را زجر دهند با اینکه تو را به پروردگاری می خواند؟ و ای خدای من، چگونه ممکن است امید فضل تو را در آزادی خیش داشته باشد ولی او را به حال خود واگذاری؟ این اوصاف بسیار از تو دور است و چنین گمانی به تو نیست و فضل تو این گونه معروف نیست، و من به طور قطع می دانم که اگر فرمان تو در عذاب منکرانت صادر نشده بود و حکم تو به جاوید ماندن آنها در عذاب دوزخ نبود، حتما آتش دوزخ را هرچه بود به تمامی سرد و سالم می کردی و هیچ کس در آن منزل و مأوا نداشت. ولی تو ای خدایی که تمام نامهایت مقدس است، سوگند یاد کرده ای که دوزخ را از کافران جن و انس پر می کنی و دشمنانت را برای همیشه در آن جای خواهی داد. و ای تو که حمد و ثنایت برجسته است، در ابتدا از روی بزرگواری تفضل کردی و فرمودی آیا کسی که مؤمن است مانند کسی است که فاسق است؟ نه، هرگز برابر نباشد. پس ای معبود من و ای آقای من، از تو می خواهم به حق و نیرویی که مقدرش کردی و به فرمانی که صادرش کردی و بر هر کس که بر او فرستاده شد اجرا کردی، که بر من در این لحظه و در این ساعت ببخشی هر جرمی را که مرتکب شدم و هر گناهی که از من سر زده و هر کار زشتی و نادانی که در خفا کردم. خدایا، از تو می خواهم هر کار بدی را که به فرشتگانت دستور ثبتش را دادی و آنها را علاوه بر اعضا و جواره هم
شاهد بر من کردی و خودت نیز مراقب اعمالی بودی که از ایشان پنهان می‌ماند و به واسطه رحمتت آنها را آشکار نکردی، بر من ببخشا. خداوندا، از تو می‌خواهم همه خیر دنیا و آخرت را روزیم کنی و به احسان و نیکویی خود بر من بیفزایی و روزیم را گسترده سازی. خدایا، از تو می‌خواهم گناهانم را بیامرزی و خطایم را بپوشانی. ای پروردگار من، ای معبود من، ای خدای من و ای آقا و مولای من، ای مالک و اختیاردار من، ای کسی که اختیار من به دست اوست، ای دانای بر پریشانی و بی‌نوایی من، ای آگاه به بی‌چیزی و نداری من، ای پروردگار، ای پروردگار، ای پروردگار، از تو می‌خواهم به حق خودت و به پاکیت و به بزرگترین صفات و نام‌هایت که اوقاتم در شب و روز به یاد تو بگذرد و همواره در خدمت تو به سر برم و کردارم مقبول درگاه تو باشد، تا اینکه اعمال و کردار و گفتارم همه در جهت رضای تو باشد و همه احوالم در خدمت تو بگذرد. ای آقای من، ای کسی که تکیه‌گاهم اوست، ای کسی که شکایت احوال خیش به درگاه او میبرم، ای پروردگار، ای پروردگار، ای پروردگار، اعضای مرا نیرو ده برای انجام خدمتت و قوای باطنیم را محکم گردان برای شتافتن به سویت و مرا در ترس و خشیت از خودت استوار فرما و مداومت در خدمت گذاریت را روزیم کن، تا تن و جان را در میدانها به سویت پیش برانم و در زمره شتابندگان به سویت باشم. بارالها یاریم کن در همه حال به تو مشتاق باشم و از مخالفت تو بترسم چون یقین کنندگان. خداوندا، توفیقم ده که در جوار رحمتت با مؤمنان باشم. خدایا، هر که بد مرا خواهد بدش را بخواه و هر که به من مکر کند به مکر خیش دوچارش نما و مرا نزد خود جزء بندگانی که نصیبشان بهتر، رتبهشان نزدیکتر و تقربشان مخصوص تر است قرار بده، که به راستی جز به فضل تو کسی به این مقام نرسد و به جود و بخشش خود به من عطا فرما و به مجد و بزرگواریت به من توجه کن و به رحمت خود مرا نگاهدار باش و زبانم را گویا به ذکرت قرار ده و دلم را به دوستیت بیقرار و شیدا کن و با اجابت دعایم بر من منت گذار و افتادگی و سرخوردنم را نادیده بگیر. خدایا، لغزشم را بیامرز، زیرا که تو خود بندگانت را به عبادت فرمان دادی و به دعا کردن به درگاهت مأمور ساختی و اجابت دعایشان را ضمانت کردی. پس ای خدا، به سوی تو رو آوردم و ای پروردگار، دست حاجت را به درگاه تو دراز کردم. پس به عزت خودت دعایم را مستجاب کن و مرا به آرزوهایم برسان و امیدم را از فضل خیش ناامید مفرما و مرا از شر دشمنانم از جن و انس نجات ده. ای خدایی که زود راضی می شوی،
کسی را بیاموز که جز دعا چیزی ندارد، زیرا تو هر چرا بخواهی انجام میدهی. ای کسی که نامش دواست و یادش شفاست و طاعتش توانگری است، بر کسی ترحم فرما که سرمایش امید و سلاحش گریه است. ای که نعمتهایت گسترده است، ای برطرف کننده گرفتاری ها، ای روشنی بخش وحشت زدگان در تاریکی ها، ای دانای بی معلم، درود فرست بر محمد و آل محمد و انجام ده درباره من آنچه را که تو شایسته آنی، و درود فرست به فرستادت و بر پیشوایان با برکت از خاندانش، و سلام فراوان بر همه آنها باد.